بسم الله الرحمن الرحیم. برادران، خواهران، هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قسمی که به همه هموطنان و جهانیان معلوم است که کشور عزیز ما یک بار دیگر از سوی تروریست های جهانی و بین المللی مورد هجوم ظالمانه قرار گرفته است که نه تنها تهدید به سرزمین ما باشند، بلکه باعث تشویق دیگر تروریست های جهانی گردیدند. اما این تروریست های مزدور غلام از هیچ نوع جنایت بشری دریغ نورزیدند، از کشتارهای دست جمعی گرفته تا چور چپاول اموال بیت المال. اما به تمام هموطنان خود اطمینان می دهیم که مقاومتگران زنده هستند، به خاطر دفاع از عزت، ناموس، تاریخ، فرهنگ، کشور خیش حاضر به هر نوع قربانی و فداکاری آماده می باشیم. ما نمیگذاریم که این تروریست های جهانی مانع آرمان مقدس مردم ما شوند که همان عدالت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تحصیلی خیش هستند. ما نظامی را در کشور خیش می خواهیم که برگرفته از یک انتخابات شفاف به میان آید، نه از فرمان مرده ها. این کشور 40 میلیونی که در طول 20 سال پیشرفت خوبی داشته از نگاه تحصیل، تکنولوژی و شعور سیاسی، از هر نگاه پیشرفت داشتند. نمی شود که با یک توییت از طرف رهبر این تروریست ها پخ می شود که معلوم نیست زنده است یا مرده، این کشور را اداره کرد. این برای ما ملت قابل قبول نیست و برای آرزوهای مردم خیش مبارزه می نماییم. و سلام. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. زنده باد مقاومت، زنده باد احمد مسعود، زنده باد مرگ بر تروریست‌ها، مرگ بر تروریست‌ها، زنده باد افغانستان، زنده باد.